أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والحد معكوفا أن يبلغ محله دیروز صحبت شد که اگر اینا می جنگیدن با پیغمبر مردم مکه که حضرت با یارانش در حدیبیه بود مسلماً شکست می خوردن و می رفتن در مقام سرزنش اینا میگه گذشته از اینکه اینا کافر بودن و پیغمبر قبلا اذیت کرده بودن الانم اینا بودن که هم الذین اینا بودن که کفرو یکی کافر شدن سرزنش میکنه اینا را که از فطرت خود منحرف شدن کافر کسی که از فطرت خود منحرف میشه فطرت انسان بر خدا پرستی و خدا جویی استواره ولو بنابه ضعیف باشه نه خداگاه باشه بالاخره خدا پرستی فطری انسانه از بود فلسفی از بود عرفانی ای فطری انسانه که آدم به خدا قائله و از بود فلسفی ارتباط معلول با علت تکوینیه قابل انفکاک نیه ما معلول و مخلوق خدایم آفریده خدایم ما آفریدیم و او آفریدگار شبیه علت و معلولی که در فلسفه گفته میشه هرچند خدا فاعل مختاره علت نیه که در به اصطلاح فلسفه یعنی علت مختاره ولی بالاخره علاقه علیت وجود داره ما از او به وجود آمدیم از ارادی او به وجود آمدیم قائم به اویم در حدوث و در بقای خود همون قسمی که روشنایی و تاق الان حدوثا و بقاعا که گروپا روشنه از برق این روشنایی هم در حدوث خود از برق هم در بقای خود قائم به برق این تمام کائنات به خدا قائمه پس وقتی که انسان به عصب علم خود کافر میشه هم به فطرت خود آسیب میرسن از فطرت خود انحراف پیدا میکنه و هم از عقل خود انحراف پیدا میکنه هم الذین کفروا بزرگترین نقص انسانه و یک عیب گناه دیگهشان چی بود؟ و صدوکم عن المسجد الحرام شما را از مسجد الحرام جلوگیری کردن نماندن که برن تواف کنن و الهدی معکوفا نه یعنی قربانیایی که آورده بودن حیواناتی که برای قربانی آورده بودن اینا را همینجا گذاشتن نماندن که داخل مکه شوه و اینا را اونجا برای خدا ذبح کنن ای کارم کردیم ای هم گناه دیگهشان بود نه شما را ماندن و نه قربانی ها را ماندن که ببرن در داخل مکه بعد از انجام عمره مفرده اونا را ذبح کنن اونا را نماندن در حالی که قانون قطع ندر از مسائل دینی قانونم همی بوده در بین خودشانم که کسی را از مسجد جلوگیری نکنن اینا با امو رسومات شرک آمیز خودم مقید نماندن در مورد مسلمانه و در حالی که مسجد آزاد بود کشتن قربانی آزاد بود هیچ کس جلو کسی را نمی گرفتن ولی نسبت به پیغمبر اینا ای کارای بیادبیرم کردن نماندن که ای حیوان حدی حیوانات قربانی به اون جایگاه خود برسه در مکه مکرمه که اینا را قربانی کنن یک مسئله دیگری که هم از این آیه در خصوص مسجد الحرام دانسته میشه که سد از مسجد الحرام جایز نیه خدا مشرکین مکه را سرزنش میکنه که چرا جلوگیری کردن شما را
در آیه دیگه می فرمایه که و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه، کی ظالم تر از کسی که مساجد را جلوگیری میکنه از اینکه ذکر خدا در او بشوه. اینم یک مسئله دیگه، مساجدی که به نام مسجد وقف میشه جایز نیه که آدم در او بسته کنه و نگذاره که مردم بینش نماز بخانه. یک مسئله مشکلی هم هست، خیلی از مسجدهای امروز در کشورهای اسلامی هست که فقط وقت نماز باز میکنن، اول وقت مردم میرن نماز میخانن بعد میبندن، به خاطر که بینش قالیه یا فرشای خوبیه میگدوزدی نشوه. خب مردم مثلا بعد از اول وقت میاین میخواین نماز بخانن، در درای مسجد برویشان بسته، جایز نیه. از ای آیه معلوم میشه که تنها برای خصوص نماز نیه، بلکه برای مطلق یاد خدا، یکی قرآن میخانه، یکی ذکر میگه، میخواه بیای بین مسجد. برای مسئولین مسجد جایز نیه که مردم جلوگیری کنن، مگر این که خطر وجود داشته باشه، امنیت محفوظ نباشه، ممکنه که یک انفجار شو و مسجد خراب کنن. حالا اونجا دیگه عنوان ثانوی میایه و افت مسجد و لا افت مسجد لازمه، و الا اگر مشکل نباشه نباید که مردم از ذکر خدا جلوگیری کنن. مسجد خیف در منا، در عرفات، در مشعر مساجد است. در غیر موسم حج مردم میخواه وقت که میرن با اون مشاهد مشرفه برای عمره مفرده میرن، دلشان میخواهن برن در اون مسجد نماز بخوانن، مسجد بسته نمیگذارن. خب این حرام، جایز نیه. هر مسجد که در فرضی که عذر نباشه، بسته کردن در مسجد و نگذاشتن مردم برای نماز واجب، برای نماز نافله، برای قرآن خواندن، برای یاد خدا، که جلوگیری مردم حرامه، جایز نیه. آدم باید مسجد بروی مردم باز بگذاره. لذا ای آیه که ما میخوانیم و صدوکم عن المسجد الحرام، ای در خصوص مسجد الحرام در مکه. اما ای آیه دیگری میگه در سوره بقره آیه 114 میگه و من اظلم ممن منع، کی ستمگرتر از کسی که مساجد خدا را، ای که مساجد هم اضافه به سوی خدا میکنه به خاطر تشریفیه، ای اضافه خانه خدای، مسجد خدای عظمت داره، ان یذکر فی اسمه، که من اکنه مساجد را از اینکه مردم بیاین بین این مساجد نام خدا را بگیرن. بنابراین طبق ای آیه در فرضی که معنی مهم نباشه، مشکلی مهم نباشه، 24 ساعته باید درای مسجد باز باشه. اگر کدام مشکلی بود دیگه هیچ، ولی باید در مسجد باز باشه. هر وقت ممکنه که یک عده بیای نیمای شب بیای نماز بخوانن، شاید نمازای نافله، نماز شب، تهجد در خانه آدم بخوانه بهتره. ولی به هر حال اگر اونا بیاین بگن نه ما میریم مسجد نماز شب میخوانیم، کسی حق نداره که در مسجد بروی اونا بسته کنه. اطلاق آیه مبارکه نیه. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. خب اسمه ایچیه، ای فلسفی ای را بیان میکنه که چرا خداوند جلوگیری کرد که در امی صلح و حدیبیه قضیه کلک قضیه را میکند، مشکله را حل میکرد. اگر ما مکرر خدمت شما عرض کردم که با 1400 نفر، 1400 نفری که از کیفیت بالا برخوردار بودن، اراده های قوی داشتن، اگر اجازه می شد
حتما اینا وقتی که میرفتن میجنگیدن شکست میخورد کفار، شکست میخوردن. محتاج با او صلح نبود. چی صلحی که اونجا گفت فقط بنویس محمد ابن عبدالله رسول الله را پس کنن. مشرکین وقتی که حضرت علی نام پیغمبر نوشت که یک مصالحه ایست بین رسول خدا و فلانی، گفت که اونا ایراد گرفتن، مشرکین که نماینده مشرکین ایراد گرفت که نه، ما که تو رسول خدا به عنوان رسول خدا قبول نداریم، بنویس محمد. علی نمیخواستی کار کنه، پیغمبر گفت نه عیب نمی کنه، به علی گفت بنویس. ما یک روایت الان به ذهنم اتومانده که حضرت علی به پیغمبر بزرگوار عرض کرد که رسول الله دست ما یاری نمیده که من این رسول الله را پاک کنم، خود شما اگر میخواین پاک کنه. گفت کجایه؟ بهش نشان داد، بعد پیغمبر خودش پاک کرد. بسم الله الرحمن الرحیم در اول نوشتن، بعض اونا بهانه گیری کردن که چرا بنویسین؟ بنویسین بسمک اللهم، همو عبارت مشرکین، او را بنویسین. بعدم پیغمبر او را قبول کرد. امسال مکه نیاین، سال آینده بیاین، پیغمبر قبول کرد. ولی اگر دستور میرسید که برن حمله کنن به زور برن، اینا کمتر که از کردن اینا پیروز می شدن. ولی خداوند در او آیه پیشتر که ما خواندیم در روزای گذشته که خدا بود که دست شما را از مردم مکه گرفت، یعنی نگذشت که شما به شما اذن نداد که برین حمله کنین، و اونا دست اونا را گرفت که بیای بر شما حمله کنه. با کمال صلح گذشت، صلح حدیبیه، با آرامش گذشت. الان اینجا خداوند علت بیان میکنه که چرا ما به شما دستور ندادم که برین حمله کنه. علت این قضیه ای بود که در مکه یک عده مردم مسلمان بود، زنان و مردانی بودن که اینا مسلمان شده بودن و اینا را شما نمیشناختن، شاید یک عده را مشرکین هم نمیشناختن، به خاطر که اونا تقیه میکردن در مکه، تقیه میکردن. پیغمبرم در مدینه بود، اگر میفهمیدن که اینا مسلمان شدن، مثلا و یک قوم قدرتمند نداشتن، اونا را شهید میکردن. اونا تقیه میکردن، نه مشرکین اونا را میشناختن یک عدهشانه و یک عدهشانه این مسلمانایی که میرفتن و حمله میکردن نمیشناختن. او وقت ممکن بود اینا وقتی که حمله میکردن او مسلمانای ناشناخته اونا کشته میشدن، یا زنشان یا مردشان کشته میشدن. و این یک عیبی بود برای مسلمانا که مسلمان برو و مسلمان بکشه، یک نقصی بود برای اینا. از این خاطر نگم دستور ندادم که شما برین حمله کنین. ولولا بله ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر مردان مؤمن و زنان مؤمنه نمی بودن که شما اونا را نمی شناسین، ممکن بود که می رسین بر اونا هم حمله می کردین. انت تقوم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، بدون این که شما بفهمین اونا را می کشتن مثلا، او وقت چکار می شد؟ بر شما یک معره پیدا می شد. و ما به خاطر اینکه به این مشکله گرفتار نشین گفتم صبر کنین، این سال لازم نیه که بجنگین، دو سال بعد اینا صحیح و سالم، سال آینده آمدن دیگه، آمدن عمره کردن، ولی سال دیگهشم که کفار به عهدنامه عمل نکردن، اینا هم سقوط مکه آمدن و مکه را گرفتن آزاد کردن. معره که در این آیه داره، معره در اصل خود مثل حر به عین و ری عر عر به معنای بیماری پوسته، پوست بدن که بیمار میشه، با مطلق ضرر الان معنا میشه. بغیر علمین به شما ضرر میرسید،
دیه اونا بر شما واجب می شد به نفس شما، نفس شما را تیره می کرد، ولو در آل جال هم مسلمان بکشن برای شما خیلی ضرر داشت. برای اینکه از این ضرر نجات پیدا کنن، ما شما نمندم که برن بر مکه عمله کنن. لیدخل الله فی رحمتی من یشا، تا خدا مردم را شما هر کسی را که بخواه این را در رحمت خود داخل کنه و نگذاره که او از رحمت خدا خارج شو و مسلمان بکشه مثلا. والحمد لله رب العالمين.